دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. تو این جلسه میخوایم چهارمین خاصیت لگاریتم رو با هم یاد بگیریم و اون خاصیت تغییر مبنای لگاریتمه. خاصیت تغییر مبنای لگاریتم به زبان ریاضی یعنی چی؟ به زبان ریاضی یعنی اگر لگاریتمی مثل لگاریتم سی در مبنای بی داشته باشیم برابر با لگاریتم سی در مبنای A تقسیم بر لگاریتم بی در مبنای A. خب اول از همه این خاصیت رو با هم ثابتش میکنیم. من فرض میکنم لگاریتم C در مبنای B برابر با X. همینطور فرض میکنم لگاریتم C در مبنای A برابر با Y. خب وقتی که لگاریتم C در مبنای B برابر با X باشه، این به این معنیه که X عددیه که اگر B به اون توان برسه برابر با C میشه. همینطور فرض کنیم لگاریتم C در مبنای A برابر Y، ولی توی بالا ثابت کردیم که خود C برابر با B برابر توان X. در نتیجه لگاریتم C در مبنای A برابر با Y رو اگر جای C B به توان X رو قرار بدیم به این نتیجه میرسیم که لگاریتم B به توان X در مبنای A برابر با C برابر با Y ببخشید. و حالا لازمه یه مروری داشته باشیم به خاصیت اولی که در مورد لگاریتم یاد گرفتیم. خاصیت اولی که در مورد لگاریتم یاد گرفتیم خاصیت توان بود و به اون از این قرار بود که وقتی داشته باشیم لگاریتم bx بر مبنای a، این لگاریتم برابر با x برابر لگاریتم b در مبنای a. در شمال اگر از این خاصیت توی این رابطه استفاده بکنم و این خاصیت رو استفاده بکنم و جای لگاریتم b x در مبنای a بنویسم x برابر لگاریتم b در مبنای a برابر با y، به این رابطه میرسم. خب حالا میخوام یه طرف این وسطین کوچولو هم بکنم و دو طرف رابطه رو تقسیم بر لگاریتم b در مبنای a بکنم. در نتیجه رابطه هم به این صورت در میاد که x برابر با y تقسیم بر لگاریتم b در مبنای a. فرض کردیم هم که y خودش برابر با لگاریتم c در مبنای a و x برابر با لگاریتم c در مبنای b. اگر از این دو تا فرض استفاده بکنیم، اگر بهتر بگم از این دو تا تعریف استفاده بکنیم و x و y با معادلاشون جایگزین بکنیم، رابطه ما به این صورت در میاد که لگاریتم c در مبنای b برابر است با لگاریتم C در مبنای A تقسیم بر لگاریتم B در مبنای A. خب این دقیقا همون چیزی بود که ما میخواستیم ثابت بکنیم. این رابطه ای که ما اینجا نوشتیم معادل همون رابطه ای بود که اول جلسه خواستیم ما هم دیگه اثباتش بکنیم و اثباتش هم کردیم و اسمش هم گفتیم که هست خاصیت تغییر پایه لگاریتم یا تغییر مبنای لگاریتم. حالا من یه ذره تخته رو با هم پاک میکنم تا بتونیم با هم دیگه یه مثال حل بکنیم. مثال هم خیلی ساده است، فقط به خاطر این که با یکی از کاربردهای لگاریتم آشنا بشیم، با یکی از کاربردهای خاصیت تغییر مبنای لگاریتم آشنا بشیم. فرض بکنید لگاریتم 32 در مبنای 4 رو دادن و از ما خواستن حساب بکنیم که این لگاریتم برابر با چه عددی. خب من میگم که من نمیدونم لگاریتم 32 در مبنای 4 برابر چه عددیه، ولی خیلی راحت میتونم دو تا لگاریتم رو حساب بکنم، یکی لگاریتم 32 در مبنای 2، یکی لگاریتم 4 در مبنای 2. خب پس طبق خاصیت تغییر مبنایی که تو همین جلسه یاد گرفتم و چون میدونم لگاریتم 32 در مبنای 4 برابر با لگاریتم 32 در مبنای 2 تقسیم بر لگاریتم 4 بر مبنای 2، به جایی که بیام بخونم این زحمت رو بدم که لگاریتم 32 در مبنای 4 رو حساب بکنم، میام حاصل تقسیم لگاریتم 32 در مبنای 2 تقسیم بر لگاریتم 4 در مبنای 2 رو به دست میارم. میدونم از اونجایی که لگاریتم 32 در مبنای 2 حاصلش برابر عددیه که اگر 2 به اون توان برسه برابر 32 میشه و چون میدونم 2 به توان 5 برابر با 32 درش لگاریتم 32 در مبنای 2 برابر 5، و همینطور چون میدونم اگر 2 به توان 2 برسه 4 رو تولید میکنه، درش لگاریتم 4 در مبنای 2 هم درش برابر با 2. پس از این دوتا نتیجه میشود که لگاریتم
32 در مبنای 2 تقسیم بر لوگاریتم 4 بر مبنای 2 برابر با 5 تقسیم بر 2 که برابر میشه با 2.5. درنچه لوگاریتم 32 تقسیم بر 4 برابر میشد با 2.5. ما با استفاده از خاصیت تغییر مبنای لوگاریتم این مثال رو به راحتی حل کردیم. ولی اگه نمیخواستیم از این خاصیت استفاده کنیم احتمالا خیلی راحت نمیشد محاسبه لوگاریتم 32 بر مبنای 4. مرسی که تو این جلسه بودی. تقریبا تمام خواص عمده لوگاریتم رو با هم یاد گرفتیم. امیدوارم تا حالا ثابت شده باشه که لوگاریتم چیز مهمی، چیز مفیدیه. اگر ثابت نشده باشه من قول میدم در پایان ویدیوهامون ثابت شده باشه. یعنی امیدوارم. مرسی که تو این جلسه با من بودید. فعلا خدافظ.